سلام بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. با من فریبا شیرازی همراه باشید با خبرهای امروز. پس از یک دهه کشمکش بر سر پرونده هسته‌ای ایران، از امروز دوشنبه نخستین گام مشترک دو طرف بر اساس توافقنامه ژنو برداشته شد. امروز دوشنبه تاریخی است که ایران و گروه 5 به علاوه 1 برای آغاز اجرایی شدن توافقنامه ژنو تعیین کردند. ایران قرار است که از امروز روند غنی‌سازی اورانیوم 20% را متوقف کند. به همین منظور بازرسان آژانس به تهران سفر کردند تا اجرایی شدن تعهد ایران را راستی آزمایی کنند. گامی تاریخی، این عنوانی است که رسانه‌های غربی به آغاز اجرای توافقنامه موقت ژنو دادند. گام نخست این توافق از روز دوشنبه 30 دی ماه برداشته می‌شود. قرار است این نخستین گام در راه رسیدن به توافقی نهایی بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران باشد. ایران در چارچوب طرح موسوم به برنامه اقدام مشترک از جمله متعهد شده اورانیوم را به بیش از 5% تقلیز نکند و نیمی از ذخیره اورانیوم تا 20% تقلیز شده خود را اکسید و نیم دیگر را رقیق کند. بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در روزهای جمعه و شنبه وارد ایران شدند، روز دوشنبه در تأسیسات نطنز و فردو آغاز این فرایندها را تایید کردند. سخنگوی کاترین اشتون با اشاره به روند اجرایی شدن توافق ژنو اظهار داشت روز دوشنبه صبح وزرای امور خارجه اتحادیه در بروکسل دیدار خواهند کرد. آنچه رخ می‌دهد این است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش خود را صبح دوشنبه به ما خواهد داد. این گزارشی است که نشان خواهد داد ایران به تعهدات خود بر مبنای توافق ژنو پایبند است و اقدامات لازم را انجام داده است یا خیر. به گفته وی این گزارش بررسی می‌شود و بر مبنای آن کاترین اشتون نظر خود را به اطلاع وزرای خارجه می‌رساند. در صورتی که اقدامات لازم انجام شده باشد، نظر این خواهد بود که برای رفع تحریم‌هایی که بر مبنای توافق ژنو باید متوقف می‌شد، اقدام شود. سخنگوی کاترین اشتون درباره برنامه مذاکرات میان ایران و 5 به علاوه 1 نیز گفت از نیمه شب و آغاز روز دوشنبه ثانیه شمار 6 ماه توافق آغاز به کار می‌کند. این به ما فرصت می‌دهد تا درباره توافق جامع و سایر موضوعاتی که درباره برنامه هسته‌ای ایران وجود دارد مذاکره کنیم. در نتیجه باید دور تازه‌ای از مذاکرات برای توافق جامع آغاز شود. هنوز هیچ روزی برای این مذاکرات تعیین نشده، اما به هر حال تصور همه این است که در حالت ایدئال گفتگو برای آن توافق نهایی در این 6 ماه انجام شود. در همین حال عباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت خارجه ایران در رابطه با اقدامات آمریکا برای اجرای توافق ژنو به خبرگزاری ایرنا گفت طرف آمریکایی نیز طبق توافق ژنو فردا دستورالعمل‌های لازم را به بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی ابلاغ می‌کند. وی افزود جمهوری اسلامی ایران نیز بر اساس توافق ژنو تعهدات خود را از جمله تعلیق غنی‌سازی 20% اجرا می‌کند. از سوی دیگر بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران نیز در گفتگو با واحد مرکزی خبر گفت که جمهوری اسلامی تا آخرین ساعات روز یکشنبه فرایند غنی‌سازی اورانیوم در سطح 20% را ادامه می‌دهد و 30 دی رسما اعلام خواهیم کرد که تعلیق غنی‌سازی اورانیوم 20% و فرایند رقیق سازی و اکسید کردن ذخایر اورانیوم 20% آغاز می‌شود. وی افزود البته از سانتریفیوژ هایی که اورانیوم با غنای 20% تولید می کنند برای غنی سازی 5% استفاده خواهیم کرد. در همین حال خبرگزاری ایتارتاس به نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش داده است که مدیران کل سیاسی وزارت امور خارجه کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 قرار است روز سه‌شنبه 21 ژانویه در ژنو گرد هم آیند تا درباره برداشتن گام های بعدی در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران مذاکره کنند. به گفته این منبع دیپلماتیک، کاترین اشتون مسئول امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در نشست یاد شده حضور خواهد داشت. جمهوری اسلامی و 6 کشور آمریکا، روسیه، فرانسه، بریتانیا، چین و آلمان روز سوم آذر ماه سال جاری پس از 10 سال کشمکش بر سر پرونده هسته ایران با یکدیگر به توافق رسیدند. در مهلت 6 ماهه اجرای این توافق، مذاکرات برای رسیدن به توافق نهایی ادامه می‌یابد. بنابر اعلام واشنگتن در مهلت 6 ماهه اجرای توافقنامه ژنو
در مجموع تسهیلاتی در حدود 6 تا 7 میلیارد دلار برای ایران در نظر گرفته می شود. افزون بر این در مهلت 6 ماه تحریم های تازه علیه برنامه هسته‌ای ایران وضع نخواهد شد. محدودیت صادرات محصولات پتروشیمی ایران به اروپا برداشته می شود و کشتی های کشورهای اتحادیه اروپا می توانند محصولات پتروشیمی ایران را به کشورهای دیگر حمل کنند. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد روز گذشته اعلام کرد ایران به نشست صلح سوریه که این هفته در سوئیس برگزار می شود دعوت شده است. خبرگزاری ایرنا نیز امروز از قول حسین امیر عبداللهیان معاون امور عربی و آفریقایی وزیر خارجه خبر داد جمهوری اسلامی ایران دعوتنامه شرکت در نشست ژنو دو را درباره سوریه دریافت کرده است. این مقام ارشد وزارت خارجه به این پرسش ایرنا که آیا ایران در این نشست شرکت خواهد کرد پاسخی نداده است. آمریکا در واکنش به این خبر خواستار حمایت صریح و علنی ایران از اعلامیه ژنو شده و ائتلاف ملی سوریه، گروه اصلی مخالف دولت سوریه، تهدید به انصراف از مشارکت در مذاکرات در صورت شرکت ایران کرده است. به گزارش اسکای نیوز، سخنگوی ائتلاف ملی سوریه گفت ایران تنها در صورتی میتواند در کنفرانس ژنو دو شرکت کند که مفاد توافقنامه ژنو یک را بپذیرد و نیروهای خود را نیز از سوریه خارج کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز 28 دیما گفته بود ایران از اقداماتی که به راه حل سیاسی در سوریه برای پایان دادن به بحران منجر شود از جمله نشست ژنو 1 و 2 استقبال می‌کند. کنفرانس ژنو 2 قرار است 22 ژانویه در مونترو سوئیس برگزار شود. اما به پاریس می رویم و گزارش همکار ما محمد رضا شاهید در ارتباط با موضع فرانسه نسبت به دعوت جمهوری اسلامی برای شرکت در کنفرانس ژنو دو. خبر مربوط به تحولات نشست ژنو دو برای سوریه در 48 ساعت گذشته و حتی تا همین ساعت آخر تحولات و تغییرات بسیاری پیدا کرده است. بعد از آن که روز یک شنبه اعلام شد آقای بان کی‌مون که در ابتدا 6 ژانویه دعوتنامه‌ای برای دولت‌های مختلف فرستاده بود اما نه برای ایران، بعد از ملاقات دو وزیر خارجه امریکا و روسیه در 13 ژانویه دیروز آقای بان کی‌مون دعوتنامه‌ای رو برای حضور ایران در نشست ژنو دو فرستاد، اما ساعتی دیرتر شورای ائتلاف گفت چنانچه جمهوری اسلامی ایران یار آقای بشار اسد در این نشست باشه آنها غایب خواهند بود. همین ساعت پیش آقای بشار اسد در یک مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری فرانسه گفته است که ممکن است و قصد دارد در ماه ژوئن در انتخابات آینده سوریه با یک دولت ائتلافی خود را نامزد انتخابات بکند که هنوز واکنش‌ها تا این لحظه مشخص نشده. اما وقتی جمهوری اسلامی ایران پیش شرط‌هایی را نظیر دلایل حضورش اعلام کرد، سخنگویان رسمی واشنگتن، لندن و پاریس و در فرانسه آقای فابیوس گفتند اگر جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد در این نشست حاضر باشد می‌بایستی علنی شرط نشست این ژنو دو را که همانا دولت انتقالی و پذیرش انتقال برای حکومت سوریه هست رو بپذیره. چنانچه تا ساعت‌های آینده مسائل بیشتری رو در این باره به دست آوردم در گزارشی به صورت مستقیم به اطلاع شما خواهم رسوند. پاریس، تلویزیون ایران فردا. نصرالله جهانگرد رئیس سازمان فناوری اطلاعات از توافق جمهوری اسلامی و چین در زمینه همکاری‌های اینترنتی و پیاده‌سازی شبکه ملی اطلاعات در ایران خبر داد. به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات، آقای جهانگرد گفته این توافق‌ها در مذاکره با قائم مقام دفتر اطلاعات اینترنت شورای اطلاعات حاصل شده است. دیماه امسال نیز حسن روحانی در نخستین جلسه شورای عالی فضای مجازی بر ضرورت ایجاد شبکه ملی اطلاعات تاکید کرد. مقام‌های جمهوری اسلامی سال‌هاست امیدوارند با راه‌اندازی شبکه اینترنت ملی بتوانند فعالیت‌های کاربران اینترنت در ایران را کنترل کنند. آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به مناسبت سالروز تولد پیامبر اسلام جریان‌های تکفیری را خطری بزرگ برای دنیای اسلام خواند و خواستار وحدت مسلمانان شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای خامنه‌ای خطاب به مهمانان کنفرانس وحدت اسلامی در تهران گفت
متاسفانه برخی دولت‌های مسلمان به عواقب حمایت از این جریان‌ها بی‌توجه‌اند و نمی‌فهمند که این آتش دامن همه آنها را هم خواهد گرفت. آقای خامنه‌ای همچنین قدرت‌های جهانی را به برنامه‌ریزی برای اختلاف انداختن میان مسلمانان و تحت شعاع قرار دادن بیداری اسلامی متهم کرد. در همین رابطه حسن روحانی هم گفت پیامبر اسلام در مقابل منحرفین و کسانی که راه افراط را در پیش گرفتند در رنج است. پیشتر نیز صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه هم نسبت به خطر تکفیری ها هشدار داده بود. محمد مطهری با دفاع از برادرش علی مطهری و انتقاد از عملکرد نظام در وقایع سال 88 خواستار شکل‌گیری فضایی برای تظلم‌خواهی خانواده‌های زندانیان وقایع آن سال شد. در هفته‌های اخیر علی مطهری نیز با انتقاد از حاکمیت و به خصوص قوه قضاییه وقایع سال 88 را اعتراض مدنی نامید و شورای نگهبان و دیگر نهادهای حاکمیتی را مجرم نخست انتخابات آن سال اعلام کرده بود. فرزندان آیت الله مرتضی مطهری علیه حاکمیت جمهوری اسلامی انتقاد می‌کنند. پس از علی مطهری، محمد مطهری هم به صف منتقدان پیوست و از برادرش دفاع کرد. محمد مطهری، فرزند آیت الله مطهری از بنیانگذاران انقلاب ایران، با انتشار یادداشتی در خبرگزاری ایسنا از مواضع اخیر برادر خود علی مطهری درباره وقایع سال 88 و حصر رهبران جنبش سبز دفاع و از عملکرد نظام به صراحت انتقاد کرده است. وی نوشته برخی دوستان نظام به دنبال سکوت قبرستانی در جمهوری اسلامی بوده و گروهی از دشمنان نظام خواستار خاموش شدن صدای علی مطهری هستند. محمد مطهری افسوده سود مواضع برادرش برای نظام بیشتر از مضرات آن است و جمهوری اسلامی نه به یک علی مطهری که به علی مطهری ها نیاز دارد. وی در بخش دیگری از یادداشت خود به سکوت خواص اشاره کرده و نوشته علی مطهری سختی های اظهارات خود را به جان می خرد، اما بسیاری از خواص حاضر نیستند سخنانی مشابه وی بر زبان آورند. فرزند مطهری در بخش دیگری از یادداشت خود به نقد عملکرد نظام و قوه قضاییه در سال 88 پرداخته و پخش تلویزیونی اعترافات برخی فعالان سیاسی در آن سال را غیرقانونی خوانده است. او نوشته که نظام در آن سال برای تحقیر مقام‌های پیشین جمهوری اسلامی در حرکتی ناجوانمردانه آنها را با لباس زندان در میان اراذل و اوباش نشاند و رئیس قوه قضاییه نیز در برابر چنین رفتاری سکوت کرد. محمد مطهری در ادامه یادداشت خود به شدت از نحوه برخورد با خانواده زندانیان وقایع سال 88 انتقاد کرده و خواستار اختصاص ستونی در رسانه‌ها برای تظلم‌خواهی آنها شد. او همچنین از عملکرد قوه قضاییه انتقاد کرده و نوشته که این قوه در باره فجیع‌ترین جنایت‌ها سکوت اختیار کرده و حاضر به اطلاع رسانی نیست. پیشتر علی مطهری نیز انتقادات تندی را متوجه قوه قضاییه جمهوری اسلامی کرده بود که منجر به اعلام جرم دادستانی علیه وی شد. پس از این اعلام جرم آقای مطهری گفته بود که از بیانیه دادستانی بوی استبداد می آید و وی به عنوان فرزند مرتضی مطهری اجازه ایجاد اختناق در کشور و انحراف در انقلاب اسلامی را نخواهد داد. مطهری اعلام کرده این اقدام دادستانی را غیرقانونی می داند و صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه می خواهد در برابر انتقادها تحمل داشته باشد. در یکی دو سال اخیر شمار اصولگرایانی که منتقد سیاست‌های آیت الله خامنه‌ای و نیز قوه قضاییه شدند رو به افزایش است. رسانه‌های دولتی سوریه گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس را در مورد اینکه بشار اسد گفته است قصد واگذاری قدرت را ندارد غیر دقیق خواندند. خبرگزاری اینترفاکس روز یکشنبه نوشته بود بشار اسد این اظهارات را در آستانه کنفرانس بین‌المللی صلح سوریه و در دیدار با نمایندگان پارلمان روسیه بیان کرده است. این در حالی است که تلویزیون دولتی سوریه با اعلام اینکه بشار اسد با اینترفاکس مصاحبه نداشته مطالب درج شده در این خبر را غیر دقیق خوانده است. اینترفاکس در خبر خود نگفته بود که بشار اسد مصاحبه‌ای با این خبرگزاری داشته است. بنابر گزارش‌های دریافتی، تلویزیون دولتی سوریه توضیح بیشتری در مورد اینکه کدام بخش از گزارش اینترفاکس غیر دقیق است نداده. رهبران جنبش حماس اعلام کردند که روابط این جنبش با تهران بسیار خوب شده است.
به گزارش ایسنا، اسماعیل رضوان سخنگوی حماس گفت روابط این جنبش با ایران به حالت عادی بازگشته است. پیشتر محمود الزهار از رهبران برجسته حماس گفته بود روابط ایران و حماس که از زمان خروج رهبران این جنبش از سوریه تحت تاثیر قرار گرفته بود اثر گرفته شده است. به افزود جنبش حماس به واسطه افزایش کمک‌ها از توافق اخیر ایران و گروه 5 به علاوه 1 سود برده است. شبکه 24 فرانسه در همین زمینه گزارش داد بازگشت روابط اختلافاتی را در داخل حماس به وجود آورده است. به دنبال آغاز بحران در سوریه، رهبران حماس از سوریه خارج شدند و تا حدود زیادی روابطشان را با تهران کاهش دادند. رهبر القاعده در نواری صوتی با بیان اینکه دولت اسلامی عراق و شام داعش به رغم تمامی حملات هنوز قوی و توانمند است اعلام کرده است القاعده بر بخش‌های بیشماری از عراق سلطه دارد. به گزارش شبکه خبری CNN، ایمن از ظواهری رهبر القاعده در این نوار صوتی که در توییتر منتشر شد اعلام کرده است دولت اسلامی عراق و شام هنوز هم ضربات کوبنده‌ای را به آمریکا وارد می‌کند و القاعده می‌تواند حملات مؤثری را نیز علیه منافع ایران در عراق به اجرا بگذارد. از ظواهری که پس از مرگ اسامه بن لادن رهبر سابق القاعده به رهبری این گروه منصوب شد، گفته است داعش یکی از قوی‌ترین گروه‌ها در رویارویی با طمع‌کاران صلیبی در عراق است. از سوی دیگر نوری المالکی نخست وزیر عراق با اشاره به اینکه برخی کشورها از تروریسم در عراق حمایت می‌کنند هشدار داد که این شر دامن این کشورها را هم خواهد گرفت. طرح پیشنهادی دولت ترکیه در زمینه محدودیت کاربران در دسترسی به برخی سایت‌های اینترنتی موجب اعتراض صدها تن در شهر استانبول شد. تظاهرکنندگان به تصویب این طرح از سوی پارلمان اعتراض داشتند که با واکنش پلیس روبرو شدند. مستان بختیاری خبرنگار ما از ترکیه و جزئیات بیشتر. در چند روز گذشته پارلمان ترکیه پیشنویس طرحی رو به تصویب رسوند که در صورت تصویب نهایی این طرح اجازه و اختیار به دولت داده میشه که بدون طی کردن تشریفات قضایی یا نیاز داشتن به حکم مراجع قضایی به محتویات سایت‌های اینترنتی دسترسی پیدا بکنه یا حتی اونها رو بتونه فیلتر بکنه. این طرح که از سوی دولت به پارلمان ارائه داده شده، همچنین از شرکت‌های خصوصی ارائه دهنده اینترنت در ترکیه می‌خواد که اطلاعات کاربران و مشتریان خودشون رو به مدت 2 سال ذخیره و نگهداری بکنن تا در صورتی که دستگاه دولتی یا مقامات دولتی به برخی از این اطلاعات نیاز داشتن، بدون طی کردن این سلسله مراتب قضایی به این اطلاعات دسترسی داشته باشن. البته این طرح هنوز به تصویب نهایی نرسیده، ولی احتمال تصویب اون بسیار زیاد هستش. با وجود این، روز شنبه عده‌ای در اعتراض به تصویب چنین قانونی در ترکیه در شهر استانبول دست به تظاهرات زدن و قصد برپایی یک تجمع اعتراضی در میدان استقلال شهر استانبول رو داشتن که بلافاصله با واکنش فوری پلیس هم روبرو شدن. دولت البته از این طرح دفاع میکنه و عنوان میکنه که برای حمایت از حریم خصوصی افراد در حوزه سایبری و فضای اینترنتی نیازمند تصویب چنین قانونی هستش. به ویژه دولت اشاره میکنه به سایت های پورنوگرافی که در ترکیه تعداد اونها هم بسیار زیاد هست و محتوای این سایت ها که به گفته دولت برای کودکان بسیار مضر هستش و بالاتر از اون، باز به گفته دولت، محتوای این سایت های پورنوگرافی میتونه موجبات سوء استفاده جنسی از کودکان رو فراهم بیاره. اما از طرف دیگه معترضان و معتقدان حرف دیگه‌ای رو مطرح می‌کنن و اعتقاد دیگه‌ای در اونها عنوان می‌کنن که تصویب این قانون در ترکیه دقیقاً به معنای نقض حقوق شهروندی هستش و ای بسا که دولت ترکیه در آینده با اتکا به چنین قانونی بتونه سایت‌های دیگه‌ای رو با محتواهای دیگه و فعالیت‌های دیگه فیلتر بکنه. اونها اعتقاد دارن در جایی که در ترکیه ما هزینه اینترنت رو پرداخت می‌کنیم، باید بتونیم آزادانه در فضای اینترنتی به هر گونه اطلاعاتی که تمایل داریم دسترسی داشته باشیم. اما با وجود همه این حرف و حدیث ها به نظر میسه که دولت در تصویب این طرح بسیار جدی هستش و این احتمال بسیار وجود داره که در آینده نزدیک این طرح به تصویب نهایی هم برسه.
جسد ابوالقاسم اسدی دیپلمات ایرانی که روز شنبه در صنعا پایتخت یمن ترور شد قرار است امروز دوشنبه به تهران منتقل شود. وزارت خارجه ایران ابوالقاسم اسدی را 57 ساله و مسئول بخش مالی و کنسولی سفارت ایران در صنعا معرفی کرده و گفته است روز شنبه 6 نفر قصد روبودن او را داشتند، اما در پی مقاومت این دیپلمات افراد مسلح به سوی او شلیک کردند که او اندکی بعد درگذشت. در پی این حادثه وزارت خارجه ایران روز شنبه کاردار سفارت یمن در تهران را فراخواند. به گزارش خبرگزاری فارس، وزیر خارجه یمن شنبه شب در تماس تلفنی با وزیر خارجه ایران از ترور این دیپلمات ابراز تأسف کرده و گفته است از هیچ تلاشی برای یافتن عاملان آن کوتاهی نخواهد کرد. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی گفته است روش‌های ارتکاب جرم از شیوه سنتی به متدهای نوین مبدل شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای احمدی مقدم تاکید کرده جرائم اینترنتی در حال تغییر ماهیت از جرائم سخت افزاری به جرائم نرم افزاری است. پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ایران با نام مختصر فتا یک واحد تخصصی نیروی انتظامی است که وظیفه آن مقابله با جرائم اینترنتی است. سازمان عفو بین المللی در بیانیه‌ای که در وبسایت این سازمان منتشر شده است، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط خانم مریم شفیع‌پور و اعتراض به وضعیت او شده است. مریم شفیع‌پور فعال دانشجویی از 5 مرداد 92 در بازداشت به سر می‌برد. او بیش از 2 ماه را در سلول‌های انفرادی بند 209 زندان اوین بدون دسترسی به وکیل سپری کرده و سپس به بند عمومی زندان اوین منتقل شده است. او از اعضای کمیته زنان ستاد انتخاباتی مهدی کروبی در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بود. بر اساس برخی گزارش‌ها، خانم شفیع‌پور در آذر ماه دچار تپش قلب شده و یک بار هم بیهوش شده و به بهداری زندان اوین منتقل شده است. کمیسیون عفو و بخشودگی قوه قضاییه با 1 درجه تخفیف اعدامی نجات یافته در بجنود را به حبس ابد محکوم کرد. غلام حسین اسماعیلی عضو کمیسیون عفو و بخشودگی قوه قضاییه در گفتگو با خبرگزاری تسنیم با اعلام این خبر گفته اسم این زندانی در لیست افرادی که با عفو و تخفیف مجازات آنها از سوی رهبری موافقت شده وجود دارد، اما این لیست هنوز به دست ما نرسیده است. چند پیش یک زندانی 37 ساله به اتهام حمل 1 کیلوگرم ماده مخدر شیشه به اعدام محکوم شد، اما یک روز پس از اجرای حکم اعدام در سردخانه دوباره زنده شد. دبیرکل بانک مرکزی از تشکیل کارگروهی برای کمک به بخش تولید و خروج اقتصاد ایران از شرایط رکود خبر داد. پیشتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران استقراض و تزریق بی‌رویه پول به اقتصاد از سوی دولت احمدی نژاد را عامل تورم شدید و رکود اقتصادی عنوان کرده بود. محمود احمدی در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران درباره اقدامات بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی اظهار کرد برنامه این است که سیاست‌هایی به کار گرفته شود که سیاست‌های کنترل نقدینگی منجر به رکود نشود. وی در ادامه از تشکیل کارگروهی با حضور نمایندگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی برای اتخاذ تصمیماتی برای کمک به بخش تولید و خروج اقتصاد از رکود خبر داد و گفت بنا به آخرین آمار حجم نقدینگی به 537 هزار میلیارد تومان رسیده است. دبیر کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه پیش بینی می‌کنیم میزان رشد نقدینگی تا پایان امسال بین 23 تا 25 درصد باشد اضافه کرد رشد نقدینگی در آبان ماه به 23 تا 24 درصد رسیده و بنا به آمار آخرین میزان نقدینگی موجود در جامعه 530 هزار میلیارد تومان است. وی در ادامه به اعطای تسهیلات از سوی شبکه بانکی به بخش تولید اشاره و خاطر نشان کرد ارائه تسهیلات به بخش‌هایی که تعطیل شدند و می‌توانند با دریافت این تسهیلات مجدداً فعال شوند را در بانک مرکزی دنبال می‌کنیم. در همین رابطه هفته گذشته نیز غلام حسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته بود که در وضعیت رکود تورمی شکستن رکود واجب‌تر از مسئله تورم است و این سوال باید پاسخ داده شود که آیا تزریق نقدینگی به بخش تولید تورم زاست یا اینکه تورم را کاهش می‌دهد.
محمد حسین برخوردار رئیس مجمع عمومی واردات هم گفته بود که سیاست‌های دولت برای کاهش تورم بازار را دچار رکود کرده و این به گفته آقای برخوردار به اقتصاد کشور ضربه می‌زند. در رویدادی دیگر مرتبط با اقتصاد ایران هم مرکز آمار ایران در گزارشی نرخ بیکاری در تابستان گذشته را اندکی بیش از 10% اعلام کرد. بنابراین گزارش استان کوهکیلویه و بویراحمد با نزدیک به 17% و استان لرستان با حدود 15% بالاترین نرخ بیکاری را دارند. این گزارش کمترین نرخ بیکاری را در استانهای گلستان و آذربایجان غربی اعلام کرده است. بیشترین نرخ بیکاری در بین جوانان 20 تا 24 ساله گزارش شده که نزدیک به 26% است. وضعیت اقتصادی ایران با افزایش تحریم ها و نیز سیاست های غلط محمود احمدی نژاد به شدت وخیم شد. با روی کار آمدن حسن روحانی و نیز توافق ژنو امیدواری ها به بهبود وضع اقتصادی ایران بهتر شد. پیشتر محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روحانی از مهار تورم در ایران خبر داده و افزوده بود که این روند از آبان ماه آغاز خواهد شد. وی تاکید کرده بود که تورم نیز در حال کاهش است. آقای نوبخت همچنین گفته بود انتظار داریم تا پایان سال جاری نرخ تورم کمتر شود. کارشناسان اقتصادی معتقدند نرخ تورم از 25% کاهش می‌یابد. درگیری‌های شدید و خونین میان نیروهای دولتی سودان و شبه نظامیان شورشی در حالی رخ داده که اخبار زد و نقیزی از تحولات داخلی این کشور منتشر می‌شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در حالی که شورشیان سودان از کشته شدن ده‌ها سرباز ارتش در جریان درگیری در ایالت نیل آبی خبر دادند، ارتش سودان خود را پیروز درگیری‌های اخیر اعلام کرده است. ایالت نیل آبی در سودان از سپتامبر 2011 تا کنون شاهد درگیری‌های شبه نظامیان و نیروهای دولتی است. سازمان ملل اعلام کرده است درگیری‌های سودان بر زندگی بیش از 1 میلیون نفر تأثیر منفی شدیدی داشته است. برخی منابع در وزارت ورزش مصر گفتند طاهر ابوزید در اعتراض به دستور حازم بابلاوی نخست وزیر موقت مصر برای توقف دستور وی برای برکناری شورای مدیریت باشگاه ورزشی الاهلی از مقام خود استعفا داد. البیلاوی قرار است در پی اعلام نتایج همه‌پرسی قانون اساسی مصر کابینه خود را ترمیم کند. در رویدادی دیگر مرتبط با مصر، محمد مرسی قرار است به اتهام اهانت به قوه قضاییه این کشور نیز محاکمه شود. به گزارش رویترز، یک منبع قضایی مصری گفته است رئیس جمهور برکنار شده مصر و 25 نفر دیگر علاوه بر اتهامات پیشین متهم به توهین به قوه قضاییه مصر نیز هستند. محاکمه محمد مرسی به دلیل اتهام‌های تبادل اطلاعات با سازمان‌های خارجی و تحریک به خشونت در جریان روند قضایی قرار دارد. استفن هارپر نخست وزیر کانادا برای دیداری 4 روزه از اسرائیل و کرانه غربی رود اردن وارد اسرائیل شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در بیانیه آقای هارپر را دوست بزرگ خود و اسرائیل توصیف کرد. نخست وزیر کانادا که چند تن از اعضای کابینه اش او را همراهی می کنند پس از دیدار با نتانیاهو با شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل هم دیدار می کند. او سپس برای گفتگو با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی به رام الله در کرانه غربی می رود. به گفته سخنگوی آقای هارپر او در جریان سفرش درباره تهدیدهای ایران، وضعیت سوریه و مسائل صلح خاورمیانه گفتگو خواهد کرد. درگیری معترضان با ماموران امنیتی در کیف پایتخت اوکراین تا پاسی از شب گذشته ادامه داشت. روز یکشنبه ده ها هزار تن در اعتراض به تصویب قانون جدیدی در محدودیت حق تجمعات در میدان اصلی شهر کیف تظاهرات کردند، اما شماری از معترضان همچنان در خیابان ها مانده و می کوشیدند به سوی ساختمان پارلمان بروند که ماموران امنیتی با ماشین های آبپاش و گاز اشکاور مانع آنها شدند. حمید رسایی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفته گویا امروز توهین به برخی مقدسات به عنوان خط قرمز به حساب نمی آید، اما انتقاد از قرارداد ژنو مثل هولوکاست می ماند. در همین راستا قاسم جعفری عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم به سایت بیباک نیوز گفته است
دولت 11 درباره مذاکرات هسته‌ای اطلاع رسانی نمی کند و به منتقدان هم اجازه نقد عملکرد خود را نمی دهد. از سوی دیگر جواد کریمی قدوسی دیگر نماینده مجلس هم با انتقاد از توافق ژنو گفته علی خامنه‌ای در جلسه گفته بعد از 3 بار خواندن توافقنامه ژنو به این نتیجه رسیده که حق غنی‌سازی هسته‌ای از سوی ایران در آن نادیده گرفته شده است. به دنبال توافقنامه ژنو بسیاری از محافظه‌کاران سیاست‌های هسته‌ای دولت روحانی را مورد انتقاد قرار دادند. با این خبر به پایان این مجموعه خبری می‌رسیم. ممنونم که با ما همراه هستید. من از شما خدافظی می‌کنم و دعوت می‌کنم به خبرهای ورزشی با همکارم امیر خسروجردی توجه فرمایید. با سلام خدمت همه علاقمندان و دوستان ورزش با ویژه برنامه خبر ورزشی درباره انتخابات کمیته ملی المپیک در خدمت شما هستیم. خدمتتون عرض بکنم که امروز 10th دوره انتخابات کمیته ملی المپیک ایران پس از 14 ماه تاخیر برگزار شد و کیومرث هاشمی به عنوان 10th رئیس این کمیته انتخاب شد از سوی مجمع و همچنین شاهرخ شهنازی به عنوان دبیر کل، یعنی آقای علی آبادی رئیس سابق رفت و آقای کیومرث هاشمی به جایشون تشریف فردن و به جای بهرام افشارزاده، مردی که بیش از 3-4 دوره بود که در رقابت در کمیته المپیک دبیر کل بود، رفته و جاشو به شاهرخ شهنازی به همین منظور دعوت کردیم از دکتر کامران رهبری کارشناس ورزش تا در رسید در خدمت ایشون باشیم. چندین بحث هم در برنامه سود داشتیم تا به اینجا رسیدیم که شانس کیومرث هاشمی مهدی قدمی بیشتره، اما امروز بالاخره مشخص کیومرث هاشمی سکان کمیته المپیک رو دست گرفته. خدمت شما سلام از مهدی رهبری، خوش آمدید. من خدمت شما و همه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم، در خدمتتون هستم. آقای رهبری، بالاخره بعد از من فکر می‌کنم 14 ماه که با IOC مشکل داشت ایران، اساسنامه تایید شد، کمیته انتخابات کمیته المپیک 10th دورهش در آکادمی ملی المپیک در تهران برگزار شد. بالاخره کیومرث هاشمی که از میگفتن نامزد وزارت ورزش هم است انتخاب شد، جایی که آقای علی آبادی درست قبل از آغاز مجمع انصراف خودش داد. بله، امروز همونجوری که شما فرمودید شاهد یک رقابت خیلی حساب شده، خیلی ظریف. امروز جدا از این که در ورزش انتخابات کمیته المپیک و مشکلات موجود در این عرصه رو ما شاهد بودیم، یک چیز جدیدی هم به عرصه انتخاباتی ما در ورزش کشور افزوده شد و این که استادانه بودن انتخابات کمیته المپیک، و ما شاهد این بودیم که با ظرافت خیلی خاصی از سوی آقای گودرزی و همکارانشون این انتخابات در حال برگزاری است که تونست رئیس و دبیر خودش رو بشناسه. من در برنامه‌های قبلی شما به این نکته اشاره کرده بودم که کیومرث هاشمی که بال و یکی از کسانی بود که در تعلیق فدراسیون فوتبال ایران در بسیاری از فدراسیون‌ها نقش اساسی داشت. آقای نکته، من می‌خواستم که ایشون با این همه افتخاری که در تعلیق و این داستان رو داشته چجوری الان سکان کمیته المپیک بود از شما؟ در هر صورت اینا کسانی هستن که خب از جاهای مختلف ساپورت میشن و خود شما در جریان این هستید که آقای کیومرث هاشمی یکی از کسانی هست که خب بنیه اطلاعاتی در زمینه‌های مختلف کار کردن، در وزارت آموزش پرورش از شاخصه‌هایی هستن که مجلسیان و کسانی پشت ایشون هستن که ایشون هدایت کردن، و من اینطور بهتره بگم که به ایشون غالب شد، به آقای گودرزی که ایشون سکاندار این بحث بشه، آقای صالحی که از کارشناسان وزارت اطلاعات بودن و همکار آقای کیومرث هاشمی بودن، در زمانی که به عنوان سرپرست منصوب شدن ایشونو به وزارت ورزش آوردن و ایشون انصرافش رو اعلام کرد، و همونطور که در برنامه سوت هم من خدمت شما اعلام کردم، کیومرث هاشمی به عنوان رئیس انتخاب شده امروز با اکثریت آلا، و ما باید فاتحه ورزش و ورزشی ها رو اینجا بخونیم، و واقعا جای تأسف داره که ما از یه چاله ای در اومدیم و به چاله دیگه ای افتادیم. به اصطلاح عامیانه این موضوع، ما قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی و کسانی که مدیران ورزشی ما هستن، ما توانمند و غنی از تحصیل کرده های ورزش هستیم، و ببین کار ما به کجا رسیده که کیومرث هاشمی ها، شاهرخ شهنازی ها، هر
هرچند شاهرخ شهرنازی کسی است که خب در شهرنازی هم اشاره کردید اومد دبیر کل شد، آقای افشارزاده هم که شد مشاور بنال آقای گودرزی. بله آقای افشارزاده که اصلا ایشون مشخص بود که اصلا با همه کار میکنه آقای افشارزاده، و اگر شما هم در خبر خونده باشه قبل از اینکه اصلا مجمع آغاز بشه در اتاق فکر و در اتاق خصوصی آقای گودرزی با آقای علی آبادی نشستن و ابلاغ کردن دستور آقای رئیس جمهور رو به ایشون و اعلام کردن که ایشون خیلی دوستانه انصراف بده و ما چشم پوشی میکنیم از آنچه اتفاقاتی که در گذشته برای شما افتاده. هر اتفاقی در اون جعل امضا و فروش غیرقانونی ساختمان کمیته اونم اسپانسر رو همه چی رو فراموش دیه. بهترین گزینه برای هر دو طرف این بود که به این قضیه این بشه که باعث این نشه تعلیق دوباره به سر زبونا بیفته. دیدی خیلی خندان خوشحال شدن در دست در دست هم دیگه. آقای علی آبادی خوشحال نیستن، آقای افشار زاده هم همینجوری، ولی به خاطر اینکه این بحث تعلیقا پیش نیاد و امتیازاتی که به آقای افشار زاده شدن مشاور امور اجرایی و همچنین آقای علی آبادی تشکر کردن که در این مدت تعلیق ها و امتیازات زیادی برای ایران از دست دادن و باعث آبروی ورزش ایران بره تشکر هم کردن. دکتر عبرید الان آقای کیومرث هاشمی اومده و شاهرخ شهرنازی دورنما تا انتخابات تا المپیک 2016 و 4 ساله که این تیم هست چیه؟ اولا دورنمای این دوستان هیچ تغییری حاصل نمیکنه، چون کیومرث هاشمی به همون کاری ادامه میده که علی آبادی درش بود و انتظارش رو داشتیم، چون شما میدونی که در زمانی که فدراسیون فوتبال ما هم تعلیق شد آقای شاهرخ شهرنازی و کیومرث هاشمی بالهای چپ و راست آقای علی آبادی بودن. ورزش ما هیچ تغییری نمیکنه، فقط اسمها هستن تغییر کردن. چه تفاوت شگرف نسبت به دوره آقای علی آبادی این دوره خواهد داشت؟ این دوره ضعیف‌تر شده از لحاظ مدیریتی. خب نباید به این نکته هم ازش بگذریم که علی آبادی گزینه خیلی پرقدرتی بود از لحاظ مالی از لحاظ اجرایی. خب من میتونم به جرأت اینو بگم که خیلی قدرتمندتر از لحاظ مدیریتی بود. ایرانسل آوردن که پشت قضیه قطعا همینجوریه. کیومرث هاشمی و شاهرخ شهرنازی به عنوان چهره ورزشی شاید مورد مقبولیت جامعه ورزش قرار بگیره، ولی از لحاظ ساختاری و از قدرت مدیریتی خب ما اینو این نکته رو اشاره بکنم که کمیته المپیک ما از ساختاری کوچیک شد. درسته. و مدیرانی که در اندازه کمیته المپیک ایران نیستن سکاندار این عرصه رو در از لحاظ ستادی و اجرایی به عهده گرفتن و فاتحه بسیار ممنون از حضورتون در برنامه. ممنونم متشکرم. خیلی ممنون متشکرم. بینندگان عزیز ارجمند این بود ویژه برنامه خبر ورزشی ایران فردا درباره انتخابات کمیته المپیک که تقدیم حضورتون امیدوارم مورد پسند شما واقع بشه. تشکر هم میکنم از گروه خبر که وقت خوبی رو برای این مردم به ما دادن. روز روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.